داره 4 بار ریتست میکنه، یعنی هر کاری کنی اینجا ریتست میشه. اگه قیمت با مومنتوم بره بالا، من 2 تا سقف دیگه داریم، یعنی یه سقف دو سقف. حالا میایم طبق شماتیک استاد گفت هر جا لگ نزولی داشتی 1 و 2 تشکیل شد، این برمیگرده 1 2 3 ها رو میزنه و اینی که رفته بالا چون اینجا روند تایم بالاترش صعودی بوده میره بالا. این هم همونه، میگه روندی که داشتی صعودی بوده 1 و 2 تشکیل داده رفته بالاتر، تو ریتریسش میاد 3 ها رو تشکیل میده. تا اینجا که دیگه همتون اتفاق نظر دارید و مشکل نداره. یه اندیکاتور داریم به اسم تیرکس که برید توی تریدینگ ویو سرچش کنید براتون میاره. این فقط ATR قیمت رو محاسبه میکنه، نه چیز دیگه. حالا یه تیرکس هم داریم که ساخته دست آقای خاکستره، استاد خاکستر، و توی متا تریدر 4 میتونید ازش استفاده کنید. حالا اگه پیدا کردم میذارم براتون. تو همون متا تریدر ATR رو براتون محاسبه میکنه. توی یه سری صحبت هایی که یکی از دوستمون داشتن، آقا محسن نو آیدیشه، اونجا داشتن توضیح میدادن که ما اگر بالفرض مثال یه 0 تا 100 رو در نظر بگیریم، مارکت میکر میاد دقیقا تو نقطه 13.6 سفارشاش رو میذاره، یعنی 13.6 هر کی گرفته سود کرده بلا استثنا. خب ما 100 و منهای 86 و 4 که بکنیم میشه 13.6. حالا شما 86.4 رو تقسیم بر 36 کنی، یک ضریبی بهت میده که میشه 6.35. این ضریب قیمته که این میشه چراغ راهنمایی که استاد به ما داده. حالا شفاف نگفته ولی خب با ریاضیات بهش میرسیم. ضریب های 6 چنده؟ چه عددیه؟ خب 12 7 19 25 4. اینا مثلا تا حالا 7 تا ضریبش رو من نوشتم، بیشترم به درم نمیخوام. اینا رو میارم تو فیبوناچی. فرض میکنیم فیبو 0 تا 100 داریم، پوینت 14 25 38 1 47، همینا قرینش شد، یعنی همینو از 100 کم کنی این عددا به دست میاد و اینجا ریتریس شده. حالا اینجا ریتریس شدهش که برمیگره پوینت 86 رو میزنه، اینجا هم که 100ه، اینا دیگه همه توافق داریم که یه دونه هوکه. اولین نکته که میخوام بهتون بگم و خودم بهش رسیدم اینه که زمانی که فلک تشکیل میشه این نقطه و میخواد شروع کنه بره بالا، هر چقدر که این بره بالا یه لگ تشکیل میده دیگه، حالا ممکنه با مومنتوم باشه یا بدون مومنتوم، همونم فقط تو تایم خودش در نظر بگیر. صفر رو میکشی توی اون فیبوناچی، تو از بالا تا پایین میکشی، صفر رو میندازی اینجا، نقطه 61.9 رو میذاری روی اولین ATR قیمت، این 100% میاد 38.1 یا 47 رو میزنه تشکیل 1 میده. اگر مومنتوم زیاد بود مستقیم میره 86 بر میگرده 25.4 و 100، بعد اینجا تصفیه 14 که اینجا اگه در نظر بگیری 74.6 و 61.9 خیلی مهمه. حالا یه باکس که اینجا براتون کشیدم نوشتم خیلی مهم، تو این نقطه مارکت میکر میاد سفارشاتش رو میذاره. هر وقت شما دیدی این یه تریکه، هر وقت شما دیدی 3 تا قله اول بالا تشکیل شد، بدون این میخواد اول بریزه، ولی هر وقت 3 تا قله پایین تشکیل شد، بدون میخواد بره بالا. از همین تو تمام چارت میتونی استفاده کنی خیلی راحت. این اینجا رفته بالا، توان کم آورده، اومده پایین دوباره سفارشاشو پر کنه. حالا این دوتا یکی از استپاشه. استپ دوم، رفته بالا، ممکنه بیاد مثلا 61.9 رو دوبار تاچ کنه، چون اگر دیدی دوبار اگر دیدی دوبار 61.9 تاچ شد، بدون اول میخواد بره 3 تا پایین رو بزنه، یا مثلا سفارشاتش برای بالا رفتن کمه، میاد سفارشات رو بیشتر پایین جمع کنه و کم کم بره بالا. اینجا میتونی بین فیبا قشنگ تمام استپا رو بگیری بدون رد خورد. اینا تمام ضریب های 6.35 که خود مارکت میکر قرار داده. ناحیه تشکیل فلک، یه مبنای 1.13 که همون 13 یا همون 13.6 میشه رو میذاری بالا،
یه دونه دیگه هم میذاری بالاش مبنای 6 ماه 35 میشه چی؟ ناحیه تشکیل فلگ و اند آف د فلگ. به همین راحتی تو همون تایم فریم بر اساس یه دونه لگ ای تی آری که به دست آوردی، اصلا نمیخواد محاسبه کنی، نمیخواد اذیت خودت کنی. بر اساس ریاضیش چجوری محاسبه میشه؟ شما ضریب 6 ماه 35 رو داری. اینو آقا محسن گفتن، حالا طبق گفته های خاکستر و آقای همتی اینجوری برداشت میشه که ما یه زمانی یک کف قیمتی داریم که اینجا 186 لگ قبل، مثلا قبل اون یه دونه قله داریم که کف داریم، حالا میشه بگی لاو لاو، هر جا که این بود تا جایی که تونسته بره بالا اندازه میزنیم تو همشون هست. اگه منم اینجا فرض کن اینجا که قرمزی یه دونه سبز باشه، تو باید اینو بگیری نه اینو. این شده چی؟ 20 ممیز 6. همینو ضرب در 35 کنی یه طول لگ بت میده، میشه 131. این تقریبیه و جایی که میخواد دیگه فلک شکل بگیره رو بهت تقریبی میگه کجاست. حالا یه اشکالی که این داره چیه؟ این فقط میتونه یه ناحیه رو برات مشخص کنه، نمیتونه بهت بگه روند کجاست. که هرچی تایم کم کنی بری پایین، این تریس های کوچولوتر رو بگیری، تریس های خود سایکل رو بهت میده. یعنی جایی که من اینو بگیرم، اگر میومدم اینجا تا اینجا رو میگرفتم، این میومد سایکلی که اینجا میخواست تموم بشه رو به من میداد، من رفتم اینو گرفتم، پس سایکل بالاتر رو میده. این خیلی دقت کنید بهش، یعنی اینم میتونه این باشه. خب حالا شما چی میبینی تو این سایکل؟ یه دونه تقریبی هوک میبینی که دوباره رفته یه هوک دیگه زده و اومده رالی کرده، یک و دو مثلا اینجا شکل داده، رفته بالا یه اینجا. حالا هر چیزی که اینجا رخ داده رو دیگه خودتون میتونید کم کم توی سایکل پیدا کنید. اینجا سایکل تمومه. حالا اینجا یه ریزش کرده، ریتریس کرده مثلا به یک و دو باز اینجا، و بعد از اینجا شما دقیقا همین قسمت کوچولو شده یه کل سایکل رو میبینی. کوچولو شدهش یعنی هوک هوک رالی فلگ تمام. از اینجا دوباره سایکل شروع شده تا رسیده اون بالا. و اینجا که رسیده دیگه من تشخیص میدم که آقا اینجا دیگه نهایت انتهای اون روند، این بیشتر به در سوینگ تریدینگ میخوره نه به در دی تریدینگ. رفته بالا، اینم اومده یک دو سه، رفته بالا دو تا های زده، زیر همه رو زده، حالا اینجا روند دیگه من عکس نگرفتم. محاسبه ریاضی، یه لگ داریم که به این میگیم مثلا آ، اینجا ریتریسی بوده که رو به پایین بوده، 275 رو تقسیم بر 635 کنیم میشه 43. حالا لگ این ور هم داریم، 52 منهای 43 که بکنیم میشه 89. تقریبی اینجا رو به دست میاری که اینم نیاز نیست محاسبه کنی، توی فیبو بهتون توضیح میدم که کجاها راحت میتونی اینو پیدا کنی. طبق گفته های آقا محسن اینجا یه دونه نمونه مثال زده خودش که گفته ما از اینجا که کف باشه تا جایی که رفته رو 705 پوینت داریم، ضریب 635 که بگیریم تقریبا میشه 4476. همینو بخوای بیاری روی سایکل، بزنم سایکلش گفت اینجا میشه چی؟ 705 پوینت از این کف فلگ تقریبی گرفته 4200 تا نزدیک شده به جایی که هست. این یه راه ساده تره برای پیدا کردنش. یه جای دیگه هم گرفته فلگ، توی فلگ توی حالا سایکل RTM یا همون مبحث RTM به عمله اینجا Decision Point MQL دیگه DP FL همه چی اسم بهش میگن. حالا یه نقطه تصمیم گیریه که سفارشات مارکت میکر اینجا پر میشه. طبق گفته های استاد چی میگه؟ میگه من تو 13% سفارشام 100% پر میشه. شما اینجا چه اتفاقی میفته؟ جایی که داری پاسکاری میشی بین اون 4 تا ریتستی که قراره بشه همینجا داره سفارشات پر میشه. یه اسنار بندازی وسط،
ببین میخوره برمیگرده، میره پایین دوباره میخوره بالا، بهش تست میکنه برمیگرده، همینجور اینجا داره سفارش پر میکنه، فرقی نمیکنه داره کجا میره، بین دو تا بازه داره